من میخوام یه داستانی بنویسم که فقط خاص خودم باشه، یعنی نمونه این داستان هیچ جا پیدا نشه، تو هیچ کتابی، تو هیچ فیلمی، تو هیچ اثری نباشه. داستان نوع نو باشه، یه خط داستانی نو، یه موقعیت دراماتیک، یه موقعیت نمایشی نوع نو. مگه میشه همچین چیزی؟ مگر داریم همچین چیزی؟ دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که اینجا توی این ویدیو توی این کانال در خدمتتونم. این ویدیو ویدیوی هنر چیسته، قسمت 6ش هستیم. اگر 5 قسمت قبلی رو ندیدید حتما توصیه میکنم اونها رو ببینید بعد بیاید اینجا. تو هر کدوم از این قسمت ها به یک موضوعی توی بحث هنر که یک هنر و یک اثر هنری و هنرمند باید داشته باشه اشاره کردیم، در موردش صحبت کردیم. اگر اونا رو ندیدید حتما ببینید، چون اینجا خوب دستگیرتون نمیشه داریم راجع به چی صحبت میکنیم. موضوعی که تو این ویدیو قرار راجع بهش صحبت بکنم در خصوص هنر، بحث داستان نویسی، بحث فیکشن، یعنی اون خود اون خط داستانی است، یا موقعیت نمایشی، موقعیت دراماتیکیه. حالا توی تک تک هنرهای این قضیه وجود داره، توی تئاتر وجود داره، توی سینما وجود داره، توی ادبیات وجود داره، توی بقیه هنرها هم وجود داره. من یه وقتی هست فکر میکنم که خب میتونم یه اثری خلق بکنم که خیلی خیلی نو باشه، یه داستانی باشه که فقط خاص خودم باشه، اصلا نمونه این داستان وجود نداشته باشه، اصلا یه داستانی باشه که فقط بگیم همین یه داستان وجود داره، اصلا یه کار ادبی که یه مابعضای بیرونی نداره، تو هیچ کتابی، تو هیچ فیلمی، تو هیچ تئاتری نمیتونی پیداش بکنی. یه مقدار این عقیده اشتباهه، چون تو من هر داستانی انتخاب کنیم که بخوایم بنویسیم، هر موقعیت نمایشی، هر موقعیت دراماتیکی انتخاب کنیم که بخوایم در خصوصش بنویسیم یا حالا بسازیم، فیلم باشه یا تئاتر کارگردانی کنیم بسازیم، تو هر کدوم اینها اون موقعیتی که ما بخوایم بسازیم که داستان در اون موقعیت، در اون فرم داره شکل میگیره، اتفاقات اونجا میفته، اون خط داستانی که داریم میسازیم، همش نمونه های دیگری وجود داره. من یه کتابی نوشته بودم، البته برای اجرا بود، برای نمایشنامه بود، برای اجرا بودش، خیلی جالب بود. اینو هر کی میخوندش، قضیه برای حالا خیلی سال پیشه، برای 8 سال 9 سال شاید بیشتر پیشه، هر کی میخوندش که چقدر شبیه مثلا متن فلان، مثلا متن خلوتگاه نمام سارتر، شبیه متن مثلا مهمان سرای دو دنیای اشمیته، نمیدونم شبیه حالا خیلی جالبه. اول از همه این بودش که نگاه این بود که اون آدم ها از روی بیسوادیشون این حرف رو میزدن. ببین یارو شخص اومده یه کتابی رو خونده، بعد دیگه فکر میکنه که هر موقعیتی اون شکلی باشه پس اون دیگه کپی شده از اون داستانه. مثلا فکر میکنه چون مثلا مهمان سرای دو دنیای اشمیتو خونده یا حالا در مورد شنیده، چون ماشاءالله ما کلا تو بحث مطالعه هم که صفریم، یعنی اصلا مطالعه اصلا یه چیز واقعا عجیب غریب حساب میشه بین خیلی از مردممون و خصوصا هنرمندامون که اصلا هیچی، وضعیتش فاجعه و خرابه. حالا با این مسئله الان کاری نداریم. ببین خیلی جالبه که میاد میگه که چقدر شبیه فلانه، در صورت این که اون فقط داره اون موقعیت نمایشی، اون فقط داره اون داستان، اون خط داستان کلی رو میبینه. حالا یه چیز جالب بگم، دقیقا خط داستان کلی چیزیه که همیشه مخاطب عام دنبالشه. مخاطب عام نه، دنبال اینه که این خط داستانی مثلا این سریال چی شد، خط داستانی این فیلم چی شد، خط داستانی این کتابه چی شد، مثلا فلانی به فلانی رسید، فلانی فلانی کشت، فلانی فلان اتفاق و رقم زد. مخاطب عامه که همیشه دنبال این قضیه هست که روی قضیه هست، یعنی اولین چیز تو یک اثر اون خط داستانی هست که مخاطب عامه هم دنبال اونه. حالا متاسفانه یه عده‌ای وقتی میان که آره این اثر شبیه فلانی یا این اثر از رو فلانی کپی شده، فقط دارن اون خط داستانی کلی رو میبینن. حالا موضوعی که هستش که کجا دارن اشتباه میکنن، اون جایی دارن اشتباه میکنن که شما هر داستانی که انتخاب کنی، یعنی مطمئن باش حتی اگه خودت ندیده باشی، خودت نخونده باشی نمونه دیگرشو، مطمئن باش به یه شخصی بگو که مطالعهش خوب باشه، فیلم زیاد دیده باشه، تئاتر زیاد دیده باشه، بهت میگه که دقیقا مشابه همین داستان توی فلان کتاب هست، دقیقا مشابه همین داستان توی فلان فیلم هستش. چرا؟ چون تو هر موقعیت دراماتیکی که انتخاب کنی
ببین کلا ما 30 و خورده‌ای، 34 تا 35 تا اگر اشتباه نکنم موقعیت داستانی و موقعیت دراماتیکی داریم. پس تو هر چیزی که انتخاب کنی بخوای در موردش بنویسی یک داستان براش بسازی، توی اون 35 تا هست، توی اون 34 5 تا وجود داره، هستش. تو بخوای راجع به عشق بنویسی اونجا هست، تو بخوای راجع به مرگ بنویسی، قتل بنویسی، قاتلای سریالی، یعنی هر چیزی بخوای بنویسی هستش. تو داستان معمایی بخوای بنویسی هستش، داستان کارگاهی بخوای بنویسی هست، علمی تخیلی های چیز بخوای بنویسی پر نمونهش هست. ببین همشون هستن، ولی کجاست که من میگم حالا اون عده‌ای هم که میگن که تقلید فلان اثر، فلان اثر کپی شده، اینا بی سوادن و نمیتونن تشخیص بدن. چرا؟ یه جایی هستش که حالا این اصلا بحث ما سر این نقطشه. یه جایی هستش که ما اون داستانی رو که انتخاب کردیم و با پرداخت خودمون بنویسیم، با اون داستانک های خودمون بنویسیم، با شخصیت هایی که خودمون میسازیم و شخصیت پردازی میکنیم و تک تک چیزهایی که خودمون تو تمام اجزای اون اثر داریم خلق میکنیم، اون پرداخت ماه که به اون اثر یه چی میگن امضا و مهر خودمون رو میده، اون کار خودمون شکل میده. ولی یه وقتی هستش که نه، واقعا هنرمند میره تقلید میکنه، یعنی مثلا میگیره یه داستان رو میگیره دقیقاً این همونو مینویسه، دقیقاً این همونو کپی میکنه. اون بحثش فرق داره، اون دیگه اصلا بحثا فرق داره. ولی اینو همیشه در جریانش باش، به شدت هم در جریانش باش که هر چیزی که انتخاب کردی، هر داستانی، هر موقعیت نمایشی که انتخاب کردی که در خصوصش متنی بنویسی یا تئاتر کارگردانی کنی یا فیلمی بسازی، مطمئن باش نمونه دیگرش وجود داره. ولی این تویی که اون اثر رو خلق میکنه با نگاه خودت، با رویکرد خودت، شیوه اجرایی خودت، شیوه ساخت خودت و همینطور اون تک تک پرداختی که روی اثرت میکنی، این هاست که اون اثر میشه برای تو، اون اثر میشه یک اثر ناب و بکری که برای خودت، خودت خلقش کردی کاملا. حتی شاید خودت هم حتی ندونی که یه اثری وجود داره که مشابه اونه. ولی توی همچین کشوری با این سواد مردم ما، با این سوادی که دارن، کلن نگاه ها اینجوری همیشه هستش که خب اگر یه نفرم واقعا کارش رو درست انجام میده، نگاهشون اینه که خب این داره، اینم داره کپی میکنه. پس چون همه دارن از رو هم کپی میکنن دیگه، چون بیرا هم نمیگن، درست میگن، همه دارن از رو هم تقلید میکنن، همه دارن از رو هم میسازن، مینویسن، اصلا یک وضعیت آشفته ایه. ولی این مسئله حواست باشه، اون خط داستانی کلی رو فکر نکنی که همه چیزه یه اثره. یادت باشه که مخاطب عامه همیشه دنبال اون خط داستانی کلیه. کار من و تو اینه که بیایم اجزای یک اثر رو کشفش کنیم، بیایم وارد جزئیات بشیم، بریم ببینیم شخصیت ها دارن چیکار میکنن، شخصیت پردازی کنیم، بریم کانتنت اثر رو کشف کنیم، بریم اون ساب تکس ها رو پیدا کنیم، زیر متن ها رو پیدا کنیم. به این کار ما خیلی فراتر از این حرف هاست. ما دنبال این نیستیم که بریم حالا مثلا چه میدونم الان داستان شنگول و منگول و حبه انگور مثلا به کجا رسید، آخرش چی شد، مثلا گرگه خوردتشون رو نخوردتشون، موضوع اصلا این نیستش. بری مخاطب عامه دنبال اونه، مثلا چی شد گرگه آخر سر اونا رو خورد، نمیدونی. پس این نباشه به دلیل که اون دلایلش هم اینه که همیشه اون خط داستانی کلیه اولین چیز و سطحی ترین قضیه‌ای که تو یک اثر تو می‌تونی ببینی. تو وقتی یه فیلم داری می‌بینی، اولین چیزی که توش می‌بینی اون خط داستانیشه، اون خط داستانی کلیشه. من همیشه یه چیزی رو حالا توی کلاسام توی جای مختلفم میگم که خیلی بهش عقیده دارم، اونم این که تو حتی می‌خوای فیلم ببینی، تو می‌خوای کتاب بخونی، اصلا اول برو ببین داستانش چیه، یه خلاصه داستان ازش پیدا کن، یه داستان کلی دو خطیش اصلا پیدا کن تو اینترنت بخون، بعد برو فیلم رو ببین، بعد برو کتاب رو بخون، بعد برو تئاتر رو ببین. به این دلیل که ما دنبال اون خط داستانی نیستیم که کلش دو خطه، اون خط داستان کلیه، ما دنبال اون نیستیم. بعدش هم اصلا موضوعی به اسم واقعا بحث اسپویلر وجود نداره که بریم واسه ماها، واسه من و تو بخواد اسپویل بشه اون جریان، حتی اگه ندیده باشیمش هنوز. ما میخواییم بریم چیزهای دیگر کشف کنیم. فوتبال نیستش که توی آره تو اگه فوتبال رو دنبال بکنی، مثلا اگه بدونی نتیجه بازی این تیم با این تیم شده مثلا چه میدونم 3-2، دیگه جذابیتی نداره بشینی مثلا فیلم رو ببینیم. نه، ما کارمون اینجا اینجوریه که میخوایم اجزای اثر رو کشفش کنیم، بررسیش کنیم. و اینه که پس مهم نیست اون داستان کلی به کجا داره میرسه، چی داره به چی میخواد برسه،
اون چیه. ما با چیزهای دیگه خیلی فراتر از این حرفا کار داریم، چون داریم تخصصی هنر رو دنبالش میکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و این ویدیو رو تماشا کردید. اگر ویدیو رو دوست داشتید، اگر ویدیو رو خوب دیدید، خوشحال میشم که لایکش کنید و دوستاتون به اشتراک بگذارید. ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید. توی قسمت بعدی تو همین پلیلیست یکی دو روز آینده ویدیو جدید آپلود میشه، حتما اونا رو دنبال کنید. اگر به هنر علاقه دارید، اگر هنر دوستید یا اگر هنرمندید، این کانال میتونه یه خورده به دردتون بخوره، این کانال میتونه یه خورده بهتون کمک بکنه. امیدوارم توی این شرایط سخت، توی این حال روزی که هممون داریم، توی این فشاری که به هممون حاکمه، حالت خوب باشه، شاد و سلامت باشید.